سازمان عفو بین‌الملل با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد 80 روستای محل زندگی اقلیت روهینگیا در میانمار عمدن و به منظور تخلیه ساکنان آن به آتش کشیده شده است. دیوید گریفیتس رئیس دبیرخانه سازمان عفو بین‌الملل میگوید علیه مردم روهینگیا در ایالت راخین پاکسازی قومی در جریان است. عفو بین‌الملل با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، ردیابی موارد آتش‌سوزی و گفته‌های شاهدان عینی می‌تواند بگوید که سیاست زمین‌سوخته در ایالت راخین در جریان است تا ساکنان را از مناطق زندگی خود بیرون کنند. Driving the Rohingya population out of Rakhine State. سازمان ملل متحد اعلام کرده است از ماه اوت تا کنون بیش از 370 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا برای فرار از خشونت‌ها خانه و کاشانه خود را در ایالت راخین ترک کرده و به بنگلادش پناه بردند. بسیاری از آوارگان سعی می‌کنند از طریق دریا خود را به کشور همسایه برسانند. با این حال ناتوانی از پرداخت هزینه سوار شدن بر کشتی ماهیگیران بنگلادشی عده‌ای را به استفاده از شناورهای غیر ایمن مجبور کرده است. شماری از آوارگان و به ویژه کودکان در روزهای گذشته در آب‌های میان دو کشور جان باختند.